سلام، من دوباره برگشتم پیشتون با یه ویدیو جذاب دیگه. اول از همه یه تشکر کنم ازتون بابت لایک ها و کامنت های قشنگتون که انقدر به ما انرژی میدید. خب بریم سر اصل مطلب. ما امروز اومدیم به خیابون سی‌تیر. خیابون سی‌تیر یکی از جالب ترین و در عین حال قدیمی ترین خیابونای تهران هستش. یه مدتی هم هست که این خیابون با ماشینای رنگ و رنگ و بامزه به استریت فود تهران معروف شده و طرفدارای زیادی هم پیدا کرده. در دوران قبل از انقلاب اسم این خیابون قوام السلطنه بوده که الان به اسم خیابون سی‌تیر نامگذاری شده. خیابون سی‌تیر 15 موزه و تقریبا 60% آثار تاریخی رو در خود جای داده و همین موضوع باعث شده که یکی از قطب‌های گردشگری تهران به حساب بیاد. موزه ملی ایران، خانه قوام السلطنه، آتشکده زردشتی فیروز بهرام، مدرسه فیروز بهرام، آتشکده دریان و کلیسای حضرت پتروس و حضرت مریم از دیدنی‌های این خیابون به حساب میان. رستوران‌ها و غذاهای خیابون سی‌تیر تنوع زیادی داره. انواع غذاهای سنتی، فست فود و بین‌المللی و همچنین که قیمت‌های غذاهاشون هم گرون نیست، اما در عین حال با کیفیت و خیلی هم خوشمزه است. همونطور که توی ویدیو میبینید، رستوران ها به صورت دکه های کوچیک و ماشین های سواری سیار هستن و کنار اونا میز و صندلی چیده شده تا شما بتونید به راحتی غذای خودتون رو نوش جون کنید. خلاصه که با گذشت زمان خیابون سی‌تیر از یه خیابون تاریخی به پاتوق دختر پسرای تهرانی برای گشت و گذار شبونه و غذا خوردن تبدیل شده. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. پس لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیابون سی‌تیر در منطقه 12 قرار داره که از خیابون امام خمینی در سمت جنوب شروع شده و در تقاطع خیابون جمهوری و میرزا کوچک خان از سمت شمال به پایان میرسه. برای اومدن به اینجا بهتره که از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید، چون این خیابون در محدوده طرح ترافیک قرار داره و اگر هم بخواید به اینجا بیاید باید مجوز طرح ترافیک رو بخواید. اگر خواستید از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنید، نزدیکترین مترو به این خیابون ایستگاه حسن‌آباد و یا امام خمینیه که با یکم پیاده روی میتونید به این خیابون برسید.
تلفن میتونید یاد بدم بهتره کلاسی یه دونه بزن بزن تو میگه خودت چی بگم منم میخوام باد بزنم
خب این ویدیوی ما هم تموم شدش. خوشحال میشم نظراتتون رو راجع به این خیابون تو قسمت کامنت با ما در میون بذارید و بگید دوست دارید به اینجا بیاید و تجربه یه بار غذا خوردن رو توی این خیابون امتحان کنید یا نه. کسایی هم که تا حالا به این خیابون رفتن نظراتتون رو راجع به این خیابون و غذاهاش به ما حتما بگید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید.